امروز دوشنبه 23 آبان 1401 اینجا تلویزیون آریان است و من پیام حسینی. در آستانه سالگرد قیام آبان کمیته های انقلابی و مردمی برای شعله ورتر کردن خیزش فراخوان می دهند. مقرهای احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم ایران بار دیگر هدف حمله هوایی قرار گرفت. آن سوتر رژیم ترکیه در پی فرافکنی بحران و ناامنی داخلی است. اینجا کیوسک است به وقت خیزش زن زندگی آزادی. انفجار دیروز در یکی از خیابان‌های پرتردد استانبول 6 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. وضعیت شماری از مجروحین وخیم گزارش شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما دولت مردان ترکیه در حال تلاش برای منتسب کردن آن به کردها هستند. کردهایی که خود قربانی تروریسم دولتی ترکیه‌اند. برای توضیحات بیشتر همکارم آرش نظامی هم اکنون با ماست. آرش، سلام میگم به تو. آخرین اخبار و جزئیات تحلیل ها در مورد اقدام انفجار دیروز رو از زبان شما میشنویم. پیام، اتفاقی که رخ داد این بود که دیروز در خیابان استقلال استانبول که از خیابان های پرتردد استانبول هستش یک انفجار روی داد. بلافاصله پس از این انفجار وزارت جهانگردی و توی صنعت توریسم ترکیه بود که ما دیدیم که بیانیه داد و ممنوعیت گزارش خبری این واقعه رو در رسانه‌های ترکیه اعلام کرد و تا چند ساعت هیچ خبری در ارتباط نبود به جز اینکه انفجار رخ داده. پس از اون پلیس ترکیه تصاویر رو منتشر کردش که گویا یک زن عامل این حمله بوده. تصاویر یک زن محجبه منتشر شد که البته به خاطر اینکه اطلاعات دولت ترکیه شبیه ایران اطلاعات درست نیست، من نمیتونم که استناد بکنم که اون زن آیا عامل حمله بوده یا نه. منتها این چیزی که بود که دولت ترکیه و وزارت کشور ترکیه منتشر کرد و دقایق بعد از اون ما دیدیم که سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اومد در مورد این واقعه که 6 کشته و 10 مجروح برای جای گذاشتش و طبق گزارشات حال 2 نفر مجروحین هم وخیم. سلیمان سویلو که سفری داشت به مناطق اشغالی در شمال سوریه و روژاوا که به ترکیه برگشته بود در مورد این واقع توضیح داد و چشما به دهان سلیمان سویلو بود که سخنگوی اردوغان هست به نوعی و نه وزیر کشور ترکیه. و پیدا شد که ترکیه سلیمان سویلو کورسا رو متهم کرده، در مزان اتهام قرار داد که گویا دستور این حمله از کوبانی صادر شده، کسی که وارد ترکیه شده از افرین روژاوا آمده و کسی هم که دستگیر شده در این ارتباط یک زن کورس هستش که از اهالی دیاربکر هست و دیشب همچنین ما شاهد بودیم که حملات گسترده ای صورت گرفت به کورس های هوادار HDP و خیلی دستگیر شدن و ترکیه در صدد این هستش که این حمله رو متصل بکنه به کورس ها. آرش، چقدر گمان زنی ها در مطبوعات چاپ ترکیه به این سمت و سو هست که در مورد نسبت این انفجاری که دیروز صورت گرفته با انتخابات پیش روی ترکیه؟ به نظر من که به سالهاست دنبال میکنم تحولات ترکیه صد درصد هستش که حتما ارتباط داره با انفجار ترکیه. منطقه به خاطر اینکه اطلاعات دقیق نداریم ما نمیتونیم که با تاکید این رو بگم. منطقه تا حالا هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، ولی چه به تجربیات که من دارم و مشاهدات که ما نظارت میکنیم هیچ وقت جنبش های آزادی خواه کرد توی منطقه همچین عملیات بزدلانه رو انجام نمیدن و غیر نظامیان رو در واقع هدف قرار نمیدن و ما میبینیم که الان زنای مبارز کرد، زنان گریبه کرد یا اینکه نیروهای پژ در روژاوا قدرت و افکار بسیار مترقی دارن و اونها در مقابل ارتش ترکیه و داعش و اما گروه‌های تبهکاری که ترکیه روانه میکنه در کردستان مبارزه نمی‌کنن و هیچ وقت همچین عملیات بزدلانه‌ای که در یک خیابون به فرض یک بمب‌گذاری انجام دادن و غیر نظامیان رو هدف قرار دادن کردها انجام ندادن. منتها خب
این ترکیه است که میخواد که کردها رو جنبش اونها رو تروریستی معرفی بکنه. ما دیدیم که دیروز وقتی سلیمان سویلی در مورد این واقعه صحبت میکرد با توجه به خشم افکار رومی سعی میکردش که این خشم رو کارریزه بکنه علیه کردها و مشروعیت دست پا بکنه برای حمله به کردها. میدونید که دولت ترکیه، ارتش ترکیه به خاطر استفاده از جنگ افزارهای کشتار جمعی و شیمیایی و قتل‌عام‌هایی که انجام داده در مناطق حفاظتی ملی و اینکه نفت‌کشی که انجام داده در روژاوا واقعا تحت فشار افکار عمومی هستش در دنیا. خب از این طریق به نفع ترکیه هستش که این رو به خاطر کردها رو عامل معرفی بکنه که تروریزه بکنه جنبش اونها رو و یک نوع مشروعیتی بخواد دست و پا بکنه. از طرف دیگه خب میدونید که این اتفاق با توجه به تصویری که دولت ترکیه منتشر کرد که یک زن محجبه نمیتونه که مربوط به کردها باشه و نوعش و اینکه اهدافش یعنی که حتی به نفع کردها نبوده این حمله. در نتیجه دولت ترکیه رو ما نمیتونیم که بپذیریم، ولی خب میدونید که توی شمال سوریه مناطق تحت اشغال گروه های نزدیک به ترکیه در افرین، جرابلس و مناطق دیگه مدتی هستش که گروه تحریف شام شاخه القاعده سوریه از ازدب داره میاد و مناطق اشغال میکنه با همکاری ترکیه. به نظر میاد که این اتفاق رخ میده یعنی که بدون اطلاع اونها نبوده و گروه هایی که ارتش آزاد سوریه معرفی شدن و در گروه های جهادی و تبهکار بودن و تحت حمایت ترکیه، اونها ناراضی هستن از ترکیه و خیلی پیش بینی هایی بود که اینها اصلاح ها رو به سوی ترکیه برمیگردن. این احتمال داره که این اتفاق به این شکل رخ داده باشه. یک پیام یک چیز دیگه هم میخوام اضافه بکنم و زمانی که این اتفاق رخ داد هم از طرفی هم بسیار جالب هستش که میدونید که انقلاب زنان در ایران رخ داده با محوریت شعار جنجیان آزادی که یک شعاری هستش که به خصوص در ترکیه میدونن که رهبر اوجالان و پکک این شعار رو باب کرد و این داره گسترش پیدا میکنه در جهان. از طرفی خب اینکه یک زن رو عامل حمله همچین حمله بزدلانه معرفی بکنن، اینکه بخوان که اون رو به کرد و کرد نشون بدن و اینکه به پکک و روژاوا نسبت بدن، این هم به نظر من نمیتونه که بی‌منظور باشه. بسیار خب، آره، شما اشاره داشتی به اینکه سلیمان سولو به نحوی از آنها سخنگوی اردوغانه، اما جدا از اون آیا از خود اون کاخ هزار و چند اتاقی اردوغان، کاخ ریاست جمهوری ترکیه منظورم هست، اعلامیه مشخصی در مورد این حمله تروریستی اعلام شده؟ بله، اعلامیه همون خود سلیمان سولی هست، یعنی در کشوری که اردوغان حتی قیمت تخم مرغ رو هم اردوغان اعلام میکنه به اطلاعات همچین مهمی رو. خب اردوغان اگه نخواد خودش در مورد صحبت کنه، خب اردوغان خودش محکوم کرد این رو، فقط گفتش که عاملانش باید مجازات بشن و عاملانش ما میبینیم که سلیمان سولی بدون اینکه هیچ مدرکی رو بخواد نشون بده و بدون اینکه واقعا سابقه این رو نشون بده که کردها واقعا نیاز دارن به همچین حملات بزدلانه ای، خب میاد که میگه که شواهد نشون میده که مدرکی هم نشون نمیده که چه شواهدی این رو نشون میده که کردها کار رو انجام دادن، بعد میاد و حمله کردها رو هدفش رو روژاوا نشون میده و در مورد کوبانی صحبت میکنه، در مورد سرکانی صحبت میکنه و میرسه به افرین که میگه که این زن از اونجا وارد ترکیه شده. به نظر من خب این تلاشی هستش برای این که افکار عمومی داخلی ترکیه رو قانع بکنن به خاطر این جنایات جنگی که در به کوههای کردستان نشون میدن و ویدیوهایی رو ما دیدیم که ارتش ترکیه حتی کشته شدگان نظامی خودش رو بنزین می‌ریزه و اسکاد اونها رو آتیش می‌زنه. ما با چنین حکومتی رو داریم هستیم. بالفعل شما نمی‌تونید که بیاید بیانیه سپاه پاسداران رو باور بکنید که 300 معترض رو کشته و میگه خودکشی کردن. بعد اظهارات سلیمان سویلو هم دقیقاً خب یعنی دولت مردان ترکیه هم دقیقاً از نظر من شبیه مقامات ایران است، قابل باور نیستش. در تعرضی به وضعیت که وجود داره خیلی محتمل هستش که خب به هر حال حزب عدالت و توسعه و مؤتلفش دولت باخشری و مهپه تلاشایی رو انجام میدن، یا یعنی اینکه کارهایی رو که غیر منتظر است، اتفاقاتی که غیر منتظر است. ما در ترکیه باید شاهدش باشیم تو این چند ماهی که مونده به انتخابات در ترکیه، چون که میدونی که دولت ائتلافی کنونی ترکیه شانس پیروزی در انتخابات نداره. به خاطر این خب دوست داره که یک جنگی رو راه بندازه، یعنی که لشکرکشی رو به بهانه سازی بکنه که به حمله بکنه به
روژاوا بخواد که با این کمپین انتخاباتش با جنگ و اینا هم آغاز بکنه. دقیقاً سوال آخرم آرش در مورد همین مسئله هست. چند سال پیش ما شاهد این بودیم که هاکان فیدان میگفت برای ما کاری نداره اگه چند نفر رو به اون ور مرز بفرستیم و چند تا موشک رو به داخل ترکیه پرتاب کنن، جنگمون رو علیه روژاوا ادامه یعنی آغاز کنیم. برای ادامه جنگ علیه روژاوا با توجه به تهدیدهایی که سلیمان سویلو به ویژه در مورد کوبانی کرده که یک منطقه استراتژیک است، آیا گمان زنی ها به سمت این نمیره که رژیم ترکیه برای موفقیت در انتخابات پیش رو بخواد یه جنگ فرامرزی رو آغاز کنه؟ من خیلی کوتاه میخوام اینو بگم که هر اتفاقی رو تحلیلگران داخل ترکیه و حتی احزاب اپوزیسیون کشور هر کاری رو و هر احتمال رو میدن. خب ما با آکپر رو ما میشناسیم. در 2015 نگاه کنید در آنکارا به حمله که منتسب شد به داعش 110 نفر از حامیان صلح رو قتل عام کرد. در پرسوس در زمان مقاومت کوبانی انفجار بزرگی توسط عوامل داعش که میدونید که همه دنیا میدونه که تحت حمایت ترکیه بود به خاطر اینکه استفاده کرد مرز امپراتوری عثمانی رو بخواد که احیا بکنه و کردستان رو اشغال بکنه، استفاده کرد از داعش که نوسته و اینها. به خاطر این خب این سابقه اینو داره و دستان اردوغان متاسفانه خونی نسش در 20 سال حدود 20 سالی که در قدرت هستش ما میدونیم که ده ها هزار انسان رو اردوغان قتل عام کرده در کردستان و تعداد بسیار بیشتری رو مجروح کرده و مصدوم کرده، یعنی که به زندان انداخته، یعنی که تبعید کرده، یعنی که مجبور کرده که از کشور خارج بشه. به خاطر این خب هر احتمالی وجود داره. من نمیخوام که این حمله که در استانبول رخ داده رو چون که هیچ گروهی مسئولیت اون رو به عهده نگرفته بگم که حتما اطلاع داشته دولت ترکیه، منتها واقعا این بعید نیست با توجه به سخنرانی که سلیمان سویلی کرد و سناریویی که تدارک دیده بود که زمینه رو برای حمله نظامی به روژاوا بخواد که مساعد بکنه. و خیلی هم جالب بود که اتفاقا در همین صحبتایی که میکردش اشارهش به امریکا بود که میگفتش که ببینه که به گروهایی که داره بهش کمک میکنه که در روژاوا در مبارزه با داعش در استانبول این کار رو انجام میدن و به نوعی میخواست که امریکا یعنی که مخاطبای غربی ترکیه رو متقاعد بکنه که این اجازه رو بهش بدن که یه حمله نظامی انجام بده به روژاوا، به خاطر اینکه واقعا نیاز داره ائتلاف آکپ با مپ به یک پیروزی نظامی، به اینکه فتح بکنه جاهای دیگر. منتها خب با مشکلات عدیدی بسیار عدیده روبرو هستش، شاید این یک خوراک چند روزه برای اونها باشه، چون که افکار عمومی به نظر من در جهان میدونه که جنبش کردها همچین اقدامات تروریستی رو علیه غیر نظامیان مرتکب نشده و نمیشه و قدرت این داره که با ارتش ترکیه روبرو بشه و نه با غیر نظامیان ترکیه. همکارم آرش نظامی آخرین اخبار و اطلاعات رو در مورد انفجار دیروز تبعاتش در سپهر سیاسی ترکیه و منطقه رو با ما در میان گذاشتید. اما تهدیدها علیه کردها محدود به شمال کردستان، ترکیه یا روژاوا نیست. مقرهای احزاب کردستانی اپوزیسیون رژیم ایران در عمق خاک جنوب کردستان هدف قرار گرفت. صبح امروز مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در شهر کویا واقع در اقلیم جنوب کردستان مورد هدف حمله هوایی قرار گرفت. دقایقی پس از این حمله بود که مقرهای کومله در منطقه زرگوز هم مورد حمله هوایی واقع شد. منابع خبری نزدیک به کومله اعلام کردند صبح امروز 10 پهباد انتحاری و موشک به مقرهای کومله زحمتکشان و کومله انقلابی یورش بردند. منابع خبری جنوب کردستان خبر می‌دهند که در حمله به مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران دست کم یک پیشمرگه این حزب جان باخته است. شمار مجروحان هم حداقل 8 نفر اعلام شد. نام این شهید ربوار عبدی اهل سقز عنوان شد. از سوی دیگر فرماندار منطقه سیدکان اعلام کرد که رژیم ایران منطقه مرزی برادوست را به شدت بمباران می کند. در این حملات کوهستانهای بربزین و سقر مورد هدف قرار گرفتند. در اوائل مهر ماه هم سپاه پاسداران مقرهای این حزب را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن شماری از کادرها، پیشمرگها، هواداران این احزاب و اعضای خانواده هایشان شد. همکارم هیوا گل محمدی روی خط اسکایپ با ما هستند. هیوا، اهداف استراتژیک و یا تاکتیکی سپاه پاسداران و رژیم ایران از این حملات امروزش چی میتونه باشه؟
بله، با درود به شما و بینندگان برنامه کیوسک. البته در بمباران مقرهای حزب دموکراتیک کردستان ایران، ریبوار عبدی و آسو توانا دو تا اعضای این حزب شهید و 8 نفر هم زخمی شدند و مقرهای کومله هنوز تلفاتی گزارش نشده، ولی احتمال داره که این حمله های رژیم ایران ادامه داشته باشه و به مناطق دیگه هم سرایت کنه. رژیم در واقع ما میبینیم که حدود 2 ماه است در داخل با موج اعتراضات مردمی و یک شورش خیابانی روبروست، برای اینکه خودشو در مقابل مردم کنار بزنه و بخواد که یک راهی را برای نجات خود پیدا کند، میخواد در بیرون از مرزهای ایران چاره یابی کند. و مدتی میگفتند که احتمال داره به عربستان سعودی یا به جاهای دیگه هجوم کنند، ولی متوجه شدن که نمیتونن این کارو بکنن. جایی که میتونن خیلی آسون به آن حمله کنند و بمباران و موشک باران کنند همون جنوب کردستان است، مناطقی که زیر حاکمیت نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق است و اونجا جاهایی هست، یعنی اون مناطق مناطقی است که ترکیه و ایران توانستند در مدت سالها منطقه را ناامن کنند و هیچ نیروی نتواند در آنجا امنیت خودشو حفظ کند. در واقع کاری که رژیم می کند خود را می خواد، یعنی فرار از واقعیت است، فرار از واقعیتی است که در داخل با آن روبروست، با خشم مردم، ملت‌های ایران که در خیابان‌ها هستند. این مشکل ایران در واقع در کویه نیست، در زرگوز نیست، در جاهای دیگه نیست. کسانی که جاهایی که بمباران شده، خب تنها نیروهای نظامی یا پیشمرگ اونجا نیستن، بلکه مردم مدنی و خانواده های هم اونجا هستند. و کاری که رژیم میکنه در واقع همون کارهایی است که در طول 43 سال کرده، چه به شیوه اعدام باشه، کشتار جمعی باشه، بمباران باشه یا ترور باشه در خارج از مرزها. من فکر میکنم که تنها چیزی که رژیم دنبال آن است اینه که خودش از در معرض این فشاری که در داخل هست کنار بزنه و خود مردم را به جاهای دیگه مشغول کنه و بگوید که مشکل ما خارج از مرز هست و مخصوصا مناطقی که نیروهای مخالف رژیم اونجا هستند و تازگی هم ندارن. خب 30 سال اونجا هستن و اونجا هم بودن، ولی حالا رژیم میخواد یه نقطه را پیدا کنه که نقطه آغازی باشه که خودشو از وضعیتی که در داخل با آن روبرو هست نجات بده. و فکر کنم این بمباران هم به خاطر همین بوده. بسیار خوب. هیوا، مسرور بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم جنوب کردستان به طور ضمنی با تعارف و به نحوی از آنها بگیم با شرم و حیا این اقدام سپاه پاسداران رو محکوم کرد. آیا جا نداشت همزمان با محکوم کردن صریح این حملات هوایی به خاک اقلیم جنوب کردستان، همزمان هم از نیروهای ائتلاف ضد داعش که کنترل هوایی عراق و اقلیم جنوب کردستان رو بر عهده دارند بخواد که در مورد این اقدامات جمهوری اسلامی واکنش درخوری داشته باشند؟ خب من فکر میکنم مسرور بارزانی بخواد اگر بتواند یک موضوع به درخوری داشته باشه، به اول در مورد ترکیه اعلام موضوع کنه، چون ترکیه منطقه خیلی مهمی را در داخل جنوب کردستان اشغال کرده و روزانه بمب‌های شیمیایی و بمب‌های ممنوعه را استفاده می کند. خب اینی که موضوع حکومت اقلیم کردستان را ضعیف کرده همینه. در مورد حمله های ترکیه سکوت کردن، خب این دست ایران را هم باز کرده، میگه وقتی که ترکیه میتونه حمله کنه خب ما میتونیم حمله کنیم. به خاطر همین نیروهای ائتلاف هم به اونا نگاه میکنن، وقتی اونا به حمله ترکیه، به اشغالگری ترکیه روایتی میدن و میگن که مسئله ما با ترکیه نیست، ترکیه مشکلی با ما ندارد، خب نیروهای ائتلاف هم چیزی نمیگه. خب نیروهای ائتلاف اونجا هستن، با کردها همکاری میکنن در مورد مسائل مشخصی. آمریکا، نیروهای دیگه منافع خودشان رو دارن، شاید این منافعی که ندارن در
گیره و همین اعلام موضوع حکومت های مسئولین کردی باشه در اقلیم کردستان که هنوز نتونستن یک موضوع واقعی و موضوعی داشته باشن که طبق حفظ امنیت ملی کردستان و کردها و منطقه باشد. به خاطر همین فکر میکنم مسئول بارزانی بخشید در وضعیت خیلی ضعیفتری هست که بتونه اعلام موضوع کنه. چیزی هم که در مورد ایران گفته من فکر میکنم زیاد جدی باشه، چون مناطقی که تحت بمباران هست مناطقی زیر کنترل نیروهای اتحادیه میهنی است و بدین شیوه نیروهای بارزانی یا مسئول بارزانی میخوان سوء استفاده کنن در واقع از این وضعیت و بگن که این منطقه اگر زیر دست ما بود ایران نمیتونست بمباران کنه، در حالی که خود نیروهای حزب دموکرات کردستان عراق و مسئول بارزانی 40 چند سال قبل در داخل روشالات در داخل شرق کردستان و ایران به کردها حمله میکردن. بسیار خوب، همکار روزنامه نگارم هیوا گل محمدی، موضع پارت دموکرات کردستان در برابر ایران رو به خاطر سکوتش در مقابل جنایت رژیم ترکیه در داخل خاک جنوب کردستان ضعیف میدونید؟ متشکر از اینکه امروز با ما بودید. در هفته های اخیر نه تنها خیابان بلکه دیوارها یار معترضان و آزادی خواهان بودند. خیابان هایی که مردم در آن مطالباتشان را فریاد می زنند و دیوارهایی که پیامشان به حکومت را روی آن می نویسند. ژنژیان آزادی این روزها شناخته شده ترین پیام برای حاکمیت ایران است. تصاویری از دیوار نویسی دختران آفتاب در شهر بوکان را با هم می بینیم. سرچاوی خوشی شادی نابزرگ مو بیدادی، سرچاوی خوشی شادی نابزرگ مو بیدادی، جنگیان آزادی. پیشنگی شورش جنبی نصر و تنصر کوتن بی، پیشنگی شورش جنبی نصر و تنصر کوتن بی، چقلی چاوی دشمن بی، جنگیان آزادی. چندین دانشگاه هم شاهد فعالیت دانشجویان انقلابی آزادی خواه است. در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی دانشجویان گفتند به دست چند تا مزدور کشته شده خدا نور. در دانشگاه علامه دانشجویان پایکوبان از انقلاب گفتند و در دانشگاه سوره دانشجویان گیسوانشان را به نشانه حمایت از خیزش بریدند.
مهم نیست کلان شهری در پهنه جغرافیایی ایران باشد یا روستایی کوچک در دل کردستان. مهم نیست مرد باشند، زن باشند یا دانش آموز دبستانی. حتی به چشم نمی آید به کدام زبان فریاد می زنند ژنژیان آزادی. اکنون سراسر جغرافیای ایران را فریاد حق خواهی و آزادی طلبی در خود گرفته. روستای بیوران در حوالی سردشت روستایی است لبالب از شور و شوق خیزش و مالامال از قدرت قیام. یدالله آقا فضلی یکی از جوانانی که در جریان اعتراضات 4 آبان در تهران ربوده شد و برای ابراز پشیمانی در شکنجهگاه قرچک ورامین مورد اذیت و آزار قرار گرفت، تنها چند روز پس از آزادی اقدام به خودکشی کرد و جانش را در یک کلینیک پزشکی از دست داد. صدایی از یلدا آقا فضلی وجود دارد که میگوید او حاضر به ابراز ندامت نشد. او گفته بود در دوران بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اما همچنان معلوم نیست چه بلایی بر سرش آوردند که به فکر خودکشی افتاده. ادعای خودکشی البته هنوز اثبات نشده. با توجه به سکوت خانواده او تاکنون اطلاعات بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در 2 ماه اخیر با کشتار صدها انسان و مجروح کردن و ربودن هزاران انسان دیگر مرتکب جنایات علیه بشریت شدند. شکنجه‌های وحشیانه و اقدامات به شدت ضد انسانی بخشی لاینفک از ماهیت این نظام است که مسئولیت قتل یا شکنجه هیچ یک از معترضان را بر عهده نمی‌گیرد. یلدا آقا فضلی تا قبل از اینکه ربوده شود سالم بود. او اکنون برای همیشه چشمانش را بسته است. پیکر او تحت تدابیر شدید امنیتی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده، ولی کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند جستجو برای یافتن قاتلین او ادامه خواهد داشت. با نزدیک شدن به سالگرد آغاز قیام خونین آبان، مردم ایران خود را برای رویارویی هرچه پرتوانتر با نظام آماده می کنند. موج فراخوان‌هایی که مردم را به حضور هرچه گسترده تر در خیابان‌ها و میادین دعوت می کند در همه جا دیده می شود. در چندین نقطه شهر تهران مردم با استفاده از هر فرصت ممکن حضور خود در خیزش را نشان می دهند. از اکباتان و خیابان گاندی تا سعادت آباد و جنت آباد راه پیمایی و سردادن شعار و آتش زدن بنرهای حکومتی ادامه دارد. چون شاب دلستیم همه بیاید بیرون، بی غیرت نباشید، بیاید بیرون. خامنه‌ای قاتله،
حکومتش باطله. آره همزمان با تداوم خیزش آزادی در چندین شهر دانش آموزان باز به میدان آمدند و با حضور خود شجاعتشان را به رخ کشیدند. در سقز، دهگلان و کرج و تهران دانش آموزان در خیابان حاضر شدند و حتی دانش آموزان دبستانی هم فریاد آزادی سر دادند. بخش اول از تحلیل خیزش زن زندگی آزادی از منظر جنبش انقلابی زنان کردستان را تقدیمتان کردیم. جامعه زنان آزاد شرق کردستان با تاکید بر اهمیت سازماندهی همگان آنها را به تحکیم سازمانهای خودبنیادشان فرا می‌خواند. کجار در بخش دیگری از این چشمانداز اعلام می‌کند که روز 29 آبان را روز جهانی ژینا نامگذاری می‌کنند.
زنان از سراسر جهان با شعار ژنجیان آزادی به همه نشان دادند که متحد گشته و به کسی تعلق ندارند و برای آزادی به میدان آمدند. ما پروژه دموکراتیزه نمودن را با قیام و مبارزه تحقق خواهیم بخشید. برانیم تا روز 20 نوامبر 29 آبان را به عنوان روز جهانی ژینا معرفی نماییم و ضمن گرامی داشت یاد شهید ژینا امینی از خون تمامی شهدای انقلاب زنان صیانت نماییم. به یاد این شهدا در این روز در سراسر جهان همصدا گشته و فریاد ژن ژیان آزادی برآوریم. با یاد شهید ژینا در این روز از تمامی ارزش‌های تاریخی زنان و جامعه صیانت نماییم. نباید فراموش کنیم که میلیون‌ها ژینا در جهان وجود دارند. ما هر لحظه گامی بیشتر به آزادی نزدیک گشته و بایستی هرچه بیشتر متحد گردیم. پروژه ما بر مبنای رهیافت ملت دموکراتیک و سازماندهی زنان و جوانان بوده و تمامی آحاد جامعه در روستاها، محلات، شهرها، مدارس و دانشگاه‌ها زمینه پیشبرد این پروژه را فراهم می‌سازند. معمار و بنیانگذار فلسفه ژن ژیان آزادی رهبر آپو بوده و سازماندهی و اجرایی نمودن نظام دموکراتیک را بر اساس این شعار که امروزه جهانی گشته است فرموله نمود. زنان اکنون در ایران متفاوت تر از هر زمانی به مقابله با نظام اقتدارگرای مردسالار حاکم بر ایران می پردازند. مطالبات آنان و در همین راستا سازماندهی آنان حقی حیاتی و انسانی است. تشکیل و توسعه خودمدیریتی دموکراتیک ضمانت انقلاب اجتماعی است. بر این اساس پروژه پیشنهادی ما به عنوان جامعه زنان آزاد شرق کردستان کجار برای مدیریت و دفاع از انقلاب زنان طی 10 ماده به زنان، جوانان و تمامی آحاد جامعه ارائه نمود و در برابر اجرایی کردن آن متعهدیم. آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی به ویژه رفیق زینب جلالیان پایه و اساس تمامی مبارزات ماست. تمامی خلقها و موزاییک فرهنگی موجود در ایران بایستی در برابر نظام نابودگری که بر اساس ترویج دشمنی و نفاق میان جامعه پایه‌گذاری شده متحد شوند. تأسیس و پیشبرد کمیته‌های ارتباط و اتفاق دموکراتیک خلقها رکن اساسی همزیستی و خودمدیریتی دموکراتیک جامعه است. زنان، جوانان و خلقها با اتحاد به مشروعیت یک سازماندهی توانمند دفاع ذاتی روند مبارزاتی انقلابی کنونی را حفظ و به پیروزی خواهند رسانید. هر قشری از جامعه در تمامی محلات و روستاها بایستی به تشکیل واحد و کمیته های دفاع ذاتی خود بپردازد. خلق بایستی تمامی قاتلان، جاسوسان، متجاوزین، شکنجهگران، بسیجیان و دستنشانده های رژیم را به سزای اعمالشان برسانند. تمامی معتمدین، پیشگامان آیین‌های مختلف و وکلا بایستی با حضور فعال زنان تحت عنوان کمیته دادخواهی دموکراتیک نظام بیداد ایران را پوچ گردانده و نظام دادخواهی مبتنی بر اخلاق و ارزش‌های اجتماعی مختص به خود را ایجاد و توسعه دهند. تمامی هنرمندان، ورزشکاران، معلمان، کارگران، پزشکان و فعالان محیط زیست سالهاست با حساسیت و فداکاری در راه دموکراسی و آزادی مبارزه می‌نمایند. در این مرحله از انقلاب بایستی با تشکیل انجمن و کمیته‌های مربوط نقش حساس و تاریخی خیش را ایفا نمایند. زنان علاوه بر حضور فعال در این کمیته ها بایستی به صورت موازی به تشکیل کمیته های مختص به خود در این زمینه ها بپردازند. دانشجویان و دانش آموزان روزانه در سراسر ایران به پیشاهنگی قیام ها می پردازند. معلمان، روشنفکران، آکادمیسیان ها، دانشجویان و دانش آموزان با سازماندهی کمیته های آموزش آزاد و دموکراتیک نظام آلترناتیو و مطلوب آموزشی خود را تأسیس و به پیش خواهند برد. هر خانه، محله، مسجد و دانشگاه باید به مکانی برای آموزش متحول گردد. زنان کرد و تمامی زنان از خلقهای مختلف موجود در ایران با تشکیل کمیته واحد و شوراهای خود ویژه بر محور چگونگی آینده آزادی خود را ضمانت خواهند کرد. خانواده نقشی حیاتی در پیشبرد و حفظ انقلاب ایفا می نماید. این نقش در این مرحله از انقلاب در راستای هرچه توانمندسازی کمیته ها چشمگیرتر است. پس بایستی هر خانواده جهت پیشبرد شخصیت آزاد و نوین بر اساس پرنسیپ خانواده دموکراتیک تلاش نماید. رژیم اشغالگر ایران سالهاست در راستای امهای جامعه سیاستی تفرقه افکن و دشمن معاونه را بر تمامی ادیان، عقاید، مذاهب و فرهنگ‌های موجود در جامعه روا داشته است. تشکیل کمیته‌هایی بر محوریت خودویژگی فرهنگی، دینی، مذهبی و همچنین احترام متقابل در برابر این تشکل‌ها و کمیته‌ها از سوی تمامی تفاوتمندی‌های ذکر شده، یکی از اصول مبارزاتی انقلاب اجتماعی نوین خواهد بود.
کمیته حمایت از خانواده های انقلابی در طول این مدت جامعه به علت قیام و اعتصابات پی در پی و همچنین به دلیل سیاست های نابجای نظام اشغالگر در حیطه اقتصاد اجتماعی، خانواده و اشخاص انقلابی بسیاری با مسائل دشوار اقتصادی روبرو شدند. از همین رو لازم است تمام اقشار و نهادهای جامعه با پیشاهنگی زنان و جوانان و با همراهی و حمایت شرکت ها، نهادهای غیر دولتی و اشخاص دلسوز انقلاب جهت تأمین نیازمندی های روزانه و حیاتی این خانواده ها به سازماندهی خود بپردازند. نظام دولت ملت با سرکوب زنان تمامی جامعه را با قتل عام روبرو نموده است. در مقابل نیز نظام مدرنیته دموکراتیک با محور قرار دادن مسئله زن به نماد جامعه سیاسی اخلاقی که زن درون آن احیا و توانمند گشته را نمایان می سازد. برگزیدن حیات آزاد که حول محور شعار ژنژیان آزادی رو می نمایاند همان شکلگیری نظام دموکراتیک است. زنان از سراسر جهان به پا خواستند، از خلقها و زنان آزادی طلب و دموکراسی خواه شرق کردستان و ایران خواهانیم که با فلسفه ژنژیان آزادی حیاتی آزاد را بنیان نهیم. در این مرحله از انقلاب متحد گشته خود را سازماندهی نموده و با مبارزه بی پایان آزاد گردیم. خبرها از سوریه حاکی از آن است که یک پایگاه هوایی در غرب این کشور مورد هدف چندین موشک قرار گرفته. خبرگزاری حکومتی سوریه سانا گزارش می‌دهد اسرائیل روز یکشنبه یک پایگاه هوایی استراتژیک در نزدیکی شهر حمص را هدف قرار داده است. این منبع خبری تایید کرد که دو نظامی سوری در این حمله کشته شدند، همچنین سه تن دیگر هم زخمی. در همین باره خبرگزاری رویترز از زبان منابع خود نقل کرد که نیروهای جمهوری اسلامی پایگاه هوایی شعیرات را برای اهداف خود مورد استفاده قرار دادند. رژیم سوریه با این حال اذعان داشت که این حمله خسارات مادی هم به دنبال داشته است. به گزارش رویترز ارتش سوریه در سالهای اخیر باند و تأسیسات زیرزمینی شامل پناهگاه هواپیما را در فرودگاه شعیرات توسعه داده است. گویا روزها در نزدیکی پایگاه هوایی شعیرات استفاده وسیعی از امکانات این پایگاه دارند. اسرائیل طی ماه‌های اخیر حملات وسیعی را به مناطقی در سوریه ترتیب داده. هدف تل‌آویو محدود کردن قدرت ترانزیتی حزب الله لبنان و سایر نیروهای وابسته به رژیم ایران عنوان می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه درباره حمله روز یکشنبه اعلام کرد یک انوار متعلق به مهرهای وابسته به حکومت ایران و حزب الله لبنان در پایگاه هوایی شعیرات منهدم شد. منابع نظامی مخالفان دولت سوریه میگویند شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در بخش‌های وسیعی از استان حمص حضور دارند. به یاری همکارانم این بخش از ویژه برنامه کیوسک که امروز را تقدیمتان کردیم. تا دقایقی دیگر برمیگردیم و قسمت دوم این ویژه برنامه را با شما خواهیم بود.